بله سلام علیکم. السلام علیکم. خسته نشو استادم تاریخ کل. سلامت باشید. عبدالوهاب هستم از خواهش استاد عزیز. عبدالوهاب برادر عزیز بفرمایید. با تشکر از برنامه خیلی خیلی خوبش استاد عزیز. استاد عزیز یک سوال از شما داشتم. این کتاب هایی که این مجلسی و کلینی نوشتن اینا برخلاف قرآنه. علمای شیعه چرا این کتاب‌های خود را با قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم مقایسه نمی‌کنند؟ مثلا کدوم روایت صحیح، کدوم روایت ضعیفه؟ سوال شما داشتم. چشم. با تشکر از برام خیلی خوب شما سلامی دارم. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. با کدوم قرآن شما منظورتون از مقایسه بکنن؟ قرآن اصلی میگه 17000 آیه است. صحیح ترین کتابشون اخو القرآن، نهج البلاغه، اخت القرآن، کافی کلینی هم که امام زمان امضا کرده گفته الکافی کافی لشیعتنا، میگه که ان قرآن الذي نزل به جبرئیل علی محمد صلی الله علیه وسلم كان 17000 آیه. 17000 آیه بود. اینا احادیثشون رو به کدوم قرآن عرضه بکنن؟ قرآن اصلی که نیست. به کدوم سنت عرضه بکنن؟ اعتقادی به سنت ندارن. علم حدیث، علم حدیثی را اعتقاد بهش ندارن. اصلا چیزی به اسم علم حدیث ندارن. ما 3-4 سال اینجا داد میزنیم بابا یک حدیث صحیح بیارید. طبق موازین تعریف حدیث صحیح که دارید در کتاباتون یک حدیث صحیح بیارید. ندارن. علم حدیث ندارن، تعریف از حدیث صحیح ندارن و اون تعریفاتی هم که از حدیث صحیح در کتاباشون آورده بهش عمل نمیکنن. یک شلغم شوربایی دارن که هر کی که خواد دلش میگه. حالا همین ان قرآن الذي نزل به جبرئیل علی محمد صلی الله علیه و سلم كان 17000 آیه، باقر مجلسی اومده گفته این حدیث موثق است. یعنی چی؟ یعنی این حدیث رو قبول دارن. ها امروز یکی بلند میشه مثلا در آخرین برنامه‌ای که داشتیم یا آخوندی زنگ زد گفت که نه ما این روایت رو قبول نداریم. خب تو کی هستی که قبول نداری؟ آ من قبول ندارم، به عنوان یک شیعه قبول ندارم. نه تو کی هستی؟ چه کاری در دین شیعه؟ همه قبول دارن، تو قبول نداری؟ ثانیاً برادر عزیز و گرامی، اینا اگر بیان احادیثشون رو طبق اون تصحیح و تضعیفی که البته بعضیاشون از اهل سنت به سرقت بردن بیان تصحیح و تضعیف بکنن، امامت رو باید از بین ببرن، خمس رو باید از بین ببرن. خمسشون، همین خمسی که دارن میگیرن، به کدام قرآن و سنت میخوان اینو عرضه بکنن؟ در قرآن کریم یک آیه در مورد خمس است، اونم در مورد خمس غنایم است. کسانی که در جنگ غنیمت میگیرن یا گنج هایی که در احادیث که ذکر، گنج هایی که مسلمان ها مجانی بدون دردسر به دست میارن، اینو خمس داره. یعنی چیزی که به غنیمت گرفته شده. خب اینو خمس کسب و کار از مردم میگیرن، خمس احرام میگیرن. شما رو به خدا فکر بکنید 100000 تقریبا حاجی ایرانی هر سال حج میاد، قبل از حج باید به این آخونده، حالا چی میخواد هر چی که دوست دارید خودتون بگید، من چیزی نمیگم، به این آخوند باید خمس احرام بده. داره رکن پنجم اسلام را ادا میکنه، باید خمس احرام بده. در کجا گفته خمس احرام؟ به کدام قرآن و سنت شما عرضه کردید خمس احرام رو؟ اصلا خود خمس رو به کجا عرضه کردید؟ عصمت رو به کجا عرضه کردید؟ صیغه رو به کجا عرضه کردید؟ این ظلم و ستمی که به مردم دارن میکنن به اسم نظام ولایت و نمیدونم فلان، به کجا عرضه کردید؟ علی اینطوری ظلم میکرد؟ اینا یک مشیاد دروغگو فقط از اسم علی و آل علی دارن سوء استفاده میکنن. اعمالشون مخالف با آنچه که علی و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش امر کرده. Allah 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 Allah